مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام از الله طی مراسمی از مختارهای محله هور در شهر مقدس کربلا تقدیر کرد. علت تقدیر از این مختارها شرکت و یاری رساندن در پیشبرد طرح منشور ملی حمایت از ایتام عراق بوده که توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ابداع شده و به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های این مؤسسه دنبال می شود. در این مراسم شرکت کنندگان و برگزار کنندگان به طور دست جمعی هم نظر بودند که مسئولیت شرعی و دینی ایجاب می کند که در یاری رساندن از ایتام که قشر ضعیف و نیازمند جامعه هستند باید گام های مؤثری برداشته شود و از سازمان ها و ارگان های رسمی مانند گذشته خواسته شود که در تصویب رسمی منشور ملی حمایت از ایتام عراق و تأسیس کمیته های ویژه فعالیت در این مسیر گام برداشته شود. در پایان این برنامه هم از مختارهای محله هور با تندیس یادبور تقدیر شد. با هدف بررسی جزئیات بیشتر این مراسم به طور خاص و فعالیت‌های مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به طور عام گفتگو دارم با مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا. سلام، وقتتون بخیر. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم شبکه امام حسین و دوست خوبم جناب آقای محمد محمدی. ممنونم. لطفا ابتدا کمی برامون درباره مراسم تقدیر از مختارهای منطقه هور در شهر مقدس کربلا صحبت کنید و جزئیات دقیق تری از این مراسم و آنچه که در آن گذشت رو در اختیارمون بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. به دستور آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی و تحت اشراف دفتر ایشان، مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در سال 2017 پس از آزادسازی استان موصل از چنگال داعش تأسیس شده. طی حدود 5 سال فعالیت مؤسسه پروژه های فراوانی طراحی و اجرا شده که از مهمترین آنها میتونم العلم النافع، سله رمضانیه، بیت الموده، منصة الاربعین، خدمات زائران اربعین حسینی و بخش آموزش و پرورشی و ده ها پروژه دیگر نام ببرم. یکی دیگر از بخش های مؤسسه مرکز الرعای القانونیه که طرح حمایت از ایتام عراق رو در دست اجرا گرفته که در وهله اول نیازمند دستیابی به اطلاعات مختلفی من جمله قانون فعلی کشور در رابطه با ایتام یا وضعیت معیشتی ایشون داشتیم. برای کسب اطلاعات از وضعیت معیشتی ایتام با هماهنگی حکومت محلی استان کربلا و کمک مختاران محله های مختلف استان توانستیم لیستی ارزشمند و بی‌سابقه از وضعیت ایتام کربلا به دست آوریم. لذا در راستای تقدیر از زحمات مختاران در جمع‌آوری این اطلاعات همایش‌هایی برگزار شد که منطقه هور ششمین و آخرین منطقه استان کربلا بود که از مختاران آن تقدیر به عمل آمد. در مجموع هر 6 منطقه از 334 مختار و مسئول قدردانی شد که تاکنون بیش از 5000 یتیم توسط مختاران کربلا شناسایی و ثبت گردیدند. جناب آقای حمزه، پیش بینی شما از آینده وضعیت منشور ملی حمایت از ایتام عراق چی هستش؟ در سال گذشته پیشنویس قانون حمایت از ایتام عراق نوشته شد و آماده تقدیم به پارلمان شد و از همون روزهای اول هم ما رایزنی های مختلفی جهت تصویب آن در پارلمان انجام دادیم و خب به خاطر وضعیت تشکیل حکومت جدید هنوز منتظریم که انشالله با تشکیل دولت جدید عراق و جهت تصویب و اجرای شدن این قانون کوشا هستیم، منتظریم انشالله که حکومت جدید تشکیل بشه و این قانون انشالله. ممنونم. مهدی حمزه از شهر مقدس کربلا با ما بودند.